ساعت چند گزارش این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. نظر بر تحولات امنیتی از ولسوالی ناوه غزنی تا قندوز. در طول 10 سال این ولسوالی تحت تسلط دشمن بوده. تجلیل از ختم جنگ جهانی دوم در روسیه و تقاضای اتحادیه اروپایی از خانواده‌های افغان برای فراهم آوردن امکانات ورزشی برای کودکانشان. نظر بر اوضاع امنیتی و ماموریت‌های نظامی در جریان در ولایات مختلف افغانستان، مسدود شدن 9 شفاخانه شخصی و توصیه اتحادیه اروپایی به خانواده‌های افغان جهت ترویج ورزش در میان کودکانشان در زمره چند گزارش این ساعت برنامه از افغانستان است. با سلام به شما، امروز شنبه 9 ماه می سال 2015 میباشد. بیننده تلویزیون آشنای صدای آمریکا هستید. لینا روزبه هستم و برنامه را با گزارش‌های رسیده از افغانستان آغاز می‌کنم. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان آوازه ها در مورد ناام ساختن شمال کشور را از جانب نیروهای خارجی و حکومت افغانستان تکذیب کرده و نادرست خوانده است. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در یک نشست رسمی در کابل تبصره های دامن زدن جنگ را به گونه قصدی رد کرده و بیان می دارد که حکومت افغانستان و نیروهای خارجی در تامین امنیت و عملیات ها صادقانه تلاش می ورزند. عبدالله عبدالله می گوید که شرایط افغانستان یک شبه بر هم نخورده، بلکه بی امنی ها کنونی از سالهای گذشته ریشه داشته است. رئیس اجرایی حکومت افغانستان از حمایت صادقانه نیروهای خارجی در عملیات ها صحبت کرده و افزوده است که بسیاری در شناخت وضعیت افغانستان اشتباه کردند. با تمام مسئولیت انشاءالله خدمتتان برز می رسانم که هیچ وقت در ذهنتان خطور نتین که یک توطیه از این قبیل باشه که همه ما که مسئولیت داریم که امنیت را تأمین کنیم و دفاع کنیم از امنیت و از مال و جان مردم، خدا نخواسته در این فکر کسی باشه که ناامنی را گسترش بده. این به هیچ صورت نیست. در این زمان وزارت دفاع ملی عملیات‌های اخیر نیروهای امنیتی را در برابر مخالفان مسلح دولت سرنوشت ساز دانسته، افزوده است که ولسوالی ناوه ولایت غزنی که پایگاه 10 ساله طالبان بود اکنون به دست نیروهای امنیتی افغان قرار دارد و مخالفین مسلح دولت در این ولایت تلفات سنگینی را متقبل شدند. ولسوالی ناوه یکی از ولسوالی‌هایی که در طول 10 سال این ولسوالی تحت تسلط دشمن بوده و من حیث یک پایگاه بسیار قوی، من حیث یک جایگاهی که از اونجا تماما آشوبگرا و تروریستا تمویل می شدن. این مقام بلندپایه وزارت دفاع افغانستان جنگ افغانستان را جنگ تمویلی دانسته و میگوید که مخالفین مسلح دولت نباید روند گفتگوی صلح را ناتوانی حکومت افغانستان بشمارند. باز هم به گزارش دیگری از افغانستان توجه کنید. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که 9 شفاخانه شخصی را به دلیل کیفیت پایین خدمات صحی مسدود و 28 شفاخانه شخصی دیگر را از سطح شفاخانه به کلینیک های عادی تنزیل داده است. دکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان در کنفرانس مطبوعاتی در کابل بیان داشت که ارزیابی 54 شفاخانه از جمع 124 شفاخانه موجود در کامل را تکمیل کرده و به 18 شفاخانه خصوصی یک سلسله شرایط را وضع کرده است که اگر تا 3 ماه آن را تکمیل نکنند فعالیت و جوازشان سلب خواهد شد. این سکتور خصوصی به معنای از این نیست که هر کاری را که انجام دلش بخواه انجام بده، خصوصا در بخش صحت باید مطابق معیارات باشه، چون موضوع صحت مردم افغانستان است، موضوع مادر است، موضوع طفل است، اخلاق طبابت است. باید و ما مسئولین وزارت صحت عامه مجبور و مکلف هستیم به خاطر عرضه خدمات خوب برای مردم تدابیر جدید بگیریم.
وی همچنان از ارزیابی واردات دوا با کیفیت پایین یاد کرده گفت که جواز فعالیت 40 شرکت خارجی وارد کننده دوا به افغانستان را به دلیل واردات ادویه جعلی سلب کرده و 119 شرکت تولید ادویه را که دوای بی‌کیفیت را تولید می‌کردند از فعالیت محروم ساخته است. این اولین بار است که وزارت صحت عامه به دلیل پایین بودن کیفیت خدمات صحی شفاخانه‌های شخصی را مسدود و جواز تولید و واردات دوا را از شرکت‌های آن سلب کرده است. طوری که در گزارش شنیدید، ولسوالی ناوه ولایت غزنی پس از یک دهه از کنترل طالبان خارج گردیده است و در این زمان وزارت دفاع افغانستان میگوید که در عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولایات مختلف بیش از صدها تن از مخالفین مسلح حکومت کشته شدند. در این زمان محل انجام این ماموریت های نظامی ولایت غزنی، زابل، میدان وردک، پکتیکا، قندوز و فاریاب ذکر شده است. با این همه نگرانی ها از تشدید وضعیت جنگی و ناامنی در موجودیت وزیر دفاع نیز رو به افزایش نهاده است و نبود وزیر دفاع و ادامه جنگ و تأثیر آن بر روند امنیت در افغانستان موضوع صحبت ما با مهمان این ساعت برنامه در کابل است. محترم آقای زکریا خان زکریا، عضو ولوسی جرگه با ما هستند. آقای زکریا سلام به شما و ممنون از اینکه وقت خود را در اختیار برنامه گذاشتین. قبل از اینکه بپردازیم به تحولات امنیتی در عرصه فعالیت‌های نظامی در جریان در ولایت افغانستان، نظر شما در مورد عدم موجودیت وزیر دفاع چیست؟ در حالی که ولوسی جرگه بارها و مکرراً خانه تکمیل کابینه حکومت در اسرع وقت شده بود. بسم الله الرحمن الرحیم. بار سلام به شما و بیننده تلویزیون شما. نبود وزیر دفاع واقعا موجب نگرانی تمام مردم افغانستان است و ولوسی جرگه چون نمایندگی از مردم میکنند در این مورد بار نگرانی نشان دادند، اما تا هنوز دولت افغانستان موفق نشده که وزیر دفاع افغانستان را معرفی کنه. و دلیلش هم ایست که به گمان اغلب که چهره مناسب پیدا نمیشه و یا اگر هم میشه چون 7 نفر در این فلتر نقش داره تا یک چهره را توافق کنن و مخصوصا توافق بین خود رئیس جمهور و رئیس شورای اجرایه، هم روی انتخاب وزیر دفاع و هم به خاطر لوی درستیز مشکل و مانع است. این نفر سوم است که تال انتخاب می قرار بوده که به سمت وزیر دفاع بیاید و هنوز به پارلمان معرفی نشد به استثنای شیر محمد که بار اول معرفی شد. بله، خب برمیگردیم به اوضاع امنیتی در جریان. خبری بود مبنی بر تصرف ولسوالی ناوه توسط نیروهای امنیتی افغان که بعد از تقریبا یک دهه این منطقه را تصرف کردند. برداشت شما در قبال عملیات های نظامی مختلفی که در ولایات مختلف علیه طالبان و دیگر مخالفین جریان دارد چیست؟ اگر اراده سیاسیون افغانستان ثابت باشه و اراده به این باشه که مردم افغانستان از شر مخالفین نجات پیدا کنه، اراده خوبی در اردوی افغانستان، در پلیس افغانستان و در نیروهای استخباراتی افغانستان دیده میشن و عزم و اراده موجود است که دشمنان را تضعیف کنه. ما دیدیم تای اشنو ما در سنگرهای مختلف اردوی افغانستان، پلیس افغانستان دستاوردهای خوب داشته، اما در بعض جای مشکل داریم چون اراده سیاسی دقیق در بعض موارد نیست و گمان زنیام به محورهای مختلف سیر میکنه. بله. در مسئله کندوز باز کسا به این باور بودن که دولت اراده نداشته و همچنین خارجی ها اراده ندارن که دشمنان نابود شده و این را برمیگردانن به آغاز جنگ 2001 وقتی که کندوز زیر حملات مردم افغانستان و دیگر نیروها قرار گرفت، قرار بود تمام طالبان شکن شوند. بله. اما نشد. بله. همچنین در بغلان حزب اسلامی با حال خود گذاشته شد. این بار درس بسیار خوب تاریخی را مردم افغانستان و دولت مردای افغانستان باید گرفته باشه. در جایی که ممکن است
اردوی ما پیشروی میکنه، پلیس ما پیشروی میکنه، باید ما ریشکن بسازیم دشمن که بله. خب هر چندگاهی موجب آزار مردم بله. بیرون افغانستان شه. خب آقای ذکری، از جانب پروسه مذاکره با طالبان در رأس حکومت افغانستان به شکل جدی پروسه را پیگیری میکنه، از جانب دیگه طالبان اعلامیه باری تهاجم میتن و در چندین ولایت افغانستان شدیداً با نیروهای امنیتی افغان در جنگ هستند. برداشت شما از پروسه در راه مذاکره با طالبان و موضع طالبان در قبال این موضوع چیست؟ بقیده ما پروسه صلح فقط سرگرم ساختن دولت افغانستان است و امتیاز گرفتن است برای طالبان از طرف پاکستان. بله. همیشه دولت افغانستان دروازه را باز گذاشته برای طالب، هر کس تفنگ خود را به زمین بگذاره، عفو عمومی است، مصالحه ملی است، ادغام مجدد است. برای آنها، اونا صلح را با یک دستاورد کوچک قبول ندارن. اونا میخواین بله. دولت را بگیرن. اونا میخواین قانون اساسی افغانستان را تعدیل کنن. اونا میخواین بیرق افغانستان را تغییر کنن. بتن به هیچ عنوان با این خواسته طالب صلح با وجود نمیه. بهتر است ما روحی اردوی خود تقویه کنیم بله. و مردم خود با دولت نزدیک بسازیم که در یک وحدت جمعی و ارادی بله. بسیار قوی خب. برای مخالفین در یک بله. پیکار سر تا سری بریم. از جانب دیگه مقامات پاکستان سفرهای مکرره داشتن. رئیس استخبارات پاکستان هفته گذشته در کابل بود و برخی نظریات غیر تایید شده که از تقاضاهایی است که از حکومت افغانستان کرده در قبال اعضای شورای کویته و طالبان. شما تا چه حد در جزئیات این گفتگوها و نشست ها واقف هستین و چه موضوعات در این مطرح شده؟ سفر رضوان اختر به کابل بیانگر عزیز که پاکستان زیر فشار چین و امریکا، کمک هایی که چین برای پاکستان متعهد شده، شرط اولشی بوده که باید بنیادگرایی از منطقه نابود شود، تهدید بر منافع دنیای صلح‌آمیز دیگه از جانب پاکستان نباشه، همچنین تقاضا را امریکا داره با واسطه که کمک ها را گرفته پاکستان و صادق نیست، اما باز مانورهای سیاسی را برام اندازه به عنوان از اینکه صلح را علاقمند است به افغانستان رفت آمد میکنه و نظر سیاستمدارای خود پاکستان بله. نظر رشید چنین است که پاکستان میتونه بر طالب فشار وارد کنه که به میز مذاکره بشینه، اما این صداقت در وجود پاکستان دیده نمیشه. بیشتر امتیاز میخواد برای طالب از دولت افغانستان و بله. در حالت این حرکت ها را شروع کرده که عملیات طالب در قندوز شدت پیدا کرده تا بتونه امتیاز به این مورای سوخته بگیره و این مورای سوخته هیچ وقت صلح آورده نمیتونه. طالبی که توان جنگ داره با داعش رفته در سنگرهای داغ مردم ما را میکشه، طالبی که از کار افتیده پاکستان میخواد برش امتیاز بگیره و در این معاملات دولت افغانستان تا دو هفته قبل دل سرد شده بود. و اما مسئله قطر باز یک حرکت یک بازی سیاسی را پاکستان آغاز کرده بله. که بعد در این نشست امریکا هم شمولیت داره، پاکستان هم شمولیت داره و اعضای شورای صلح افغانستان هم شمولیت شما. داره، اما در بله. کل اراده مردم افغانستان بله نتایج خوب نمیبینه، فقط این بازی هاییست که تکرار شده چند بله. سال نتیجه نداشت. ممنون از تحلیل همه جانبه و عمیق شما در قبال این موضوع. آقای ذکری موفق و معید باشین. تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. در صفحه فیسبوک نظر شما را در مورد این موضوع که افغانستان تا کنون وزیر دفاع ندارد و تاثیر آن بر اعضای امنیتی چگونه خواهد بود خواسته بودیم. نظریات اعضای صفحه در این مورد این گونه است. آقای اسدالله محمدی از ترکیه نوشته است وزیر دفاع بزرگترین نقش را در امنیت کشور دارد و متاسفم که تا هنوز وزیر دفاع نداریم. آقای انصارالله ظاهر از لوگر می نویسد عدم موجودیت وزیر دفاع باعث ناامنی در سراسر کشور و خودسری ها در چوکات وزارت دفاع می گردد. با سپاس از همه شما که نظرت خود را با ما از طریق این صفحه در میان می گذارید. آدرس عضویت در این صفحه از این قرار است facebook.com/voatvashna. برنامه را با خبری از پاکستان ادامه می دهیم. امروز شنبه در پاکستان اعضای ملی برای یادبود از قربانیان صانعه سقوط یک هلیکوپتر در حال اعلام شد که بر اثر این واقعه 7 تن به شمول دیپلماتان خارجی
کشته شدند. اجساد سفرای فیلیپین و نروژ و همسران سفرای مالیزیا و اندونزیا امروز با میدان هوایی نورخان در راولپندی انتقال داده شدند، در حالی که طبق اظهارات مقامات 17 تن دیگر در این واقعه مجروح گردیده است. این هلیکوپتر بر روز جمعه در دره نلتار در شمال پاکستان سقوط کرد. ایزاز چودری، معین وزارت خارجه پاکستان، ادعای طالبان را مبنی بر دست داشتن در این واقعه روی هدف قرار دادن رد کرده است. ادعای تحریک طالبان پاکستان لاف و گزافه‌گویی است. تمام تدابیر امنیتی طبق دستور صدراعظم اتخاذ شده بود. تمام ارتفاعات تحت کنترل افراد ما قرار داشت و این واقعه به دلیل مشکلات تکنیکی به وقوع پیوست. ما به نهایت در مورد آن متاسفیم و به ترورستان اجازه کسب دستاورد سیاسی را از این واقعه نخواهیم داد. دو پیلوت این هلیکوپتر نیز در زمره قربانیان این واقعه بوده و کشته شدند. برمیگردیم به گزارش دیگری از جهان. روسیه یک رژه بزرگ نظامی را امروز در میدان سرخ مسکو برا انداخته بود. هدف از این کار بزرگ داشت از 72 سال روز ختم جنگ جهانی دوم که به نام روز موفقیت اروپا نیز یاد می شود ذکر گردیده است. ولی مراسم بزرگ داشت امسال بدون حضور متحدین اصلی روسیه در جنگ جهانی دوم تجلیل شد. شرح بیشتر در این گزارش. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مراسم امروز از ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه که از متحدین اصلی آن کشور در جنگ دوم جهانی محسوب می شدند و در شکست رژیم نازی با روسیه همکار بودند ابراز امتنان ورزید. رسم گذشت امسال در حال صورت گرفت که روسیه در رابطه با الحاق کریمیا با آن کشور و اتهاماتی که گویا رئیس جمهور پوتین از خشونت‌های جدایی طلبانه در اوکراین حمایت می‌کند با کشورهای غربی در یک بنبست قرار دارد. رئیس جمهور روسیه در مراسم امروز بیان داشت که کشتار جنگ دوم جهانی بیانگر اهمیت همکاری بین المللی می‌باشد، اما اضافه نمود که در طول چند دهه گذشته کوشش‌ها برای ایجاد جهان یک قطبی جریان دارد. در دهه های گذشته اساسات همکاری بین المللی نادیده گرفته شده است، اساساتی که بعد از سختی های جنگ با درد و رنج انسان ها به دست آمده بود. ما شاهد کوشش ها برای ایجاد جهان یک قطبی بوده ایم. ما شاهد یک بلاک نظامی در حال رشد باشیم. تمام این اقدامات ثبات پیشرفت جهان را متاثر می سازد. روابط روسیه با غرب از زمان جنگ سرد در پایین ترین سطح خود قرار دارد. رهبران کشورهای غربی از اشتراک در مراسم امروز امتناع ورزیدند و مسکو رژه عظیم نظامیش را با اشتراک رهبران 20 کشور که شامل چین، کیوبا و زیمبابوه و حضور داشت منشی عمومی ملل متحد بود به نمایش گذاشت. روسیه در حال امروز از 70 سالگرد ختم جنگ جهانی دوم تجلیل به عمل آورد که یک دسته بزرگی از تیاره‌های زمان جنگ با پرواز بر فراز شهر واشنگتن دی سی دیروز برای قدردانی از بازنشستگان نظامی ایالات متحده خاطره های آن جنگ را یک بار دیگر در اذهان مردم این شهر زنده ساخت. ما در طیاره B-17 معذف شده بودیم و از همانجا طیاره B-17 برای ما اهمیت هر چیز را داشت. ما یک جا می خوردیم، می نوشیدیم و می خوابیدیم و هیچ کار را بدون یک دیگر نمی کردیم. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده نیز در سخنرانی هفتوارش ضمن قدردانی سربازان دخیل در جنگ آنها را یک نسل نجات دهنده جهان خطاب نمود. در حالی که ما از 70 سال روز ختم جنگ تجلیل می کنیم، نه تنها باید از تاریخ یادآوری نماییم بلکه خود را یک بار دیگر وقف آزادی های بسازیم که آنان برای جنگیدند. بیایید تا یقینی سازیم که ما برآورده ساختن آرمان های بنیادی خود را به یاد داشته باشیم. بر علاوه ایالات متحده، کشورهای چون اوکراین، فرانسه و بریتانیا نیز دیروز با اجرای مراسم گوناگون از ختم جنگ جهانی دوم تجلیل به عمل آوردند. سید عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
با خبری از استرالیا توجه کنید. پلیس ملبورن در استرالیا از توقیف یک پسر 17 ساله خبر داده است که تصمیم انجام و پلان حملات بمبگذاری را با استفاده از 3 بم ساخت خانه در آن شهر داشت. این نوجوان در عصر روز جمعه توسط پلیس فدرال در منزلش در حومه شهر گرین‌والد، محلی که این مواد منفجره یافت شد، توقیف گردید، ولی هویت وی به دلیل امور قضایی افشا نشده است. این در حالی است که ماه گذشته 5 نوجوان استرالیایی دیگر نیز روی طرح سوءزن طرح پلان تهاجم بر مراسم رسم و گذشت روز یادبود از عساکر توقیف شدند. امروز شنبه پایگاه‌های نظامی در سرتاسر ایالات متحده تدابیر امنیتی را تشدید بخشیدند. این تصمیم بعد از آن اتخاذ شد که اداره استخبارات فدرال یا FBI نگرانی خود را از هدف قرار گرفتن ممکن عساکر و افسران پلیس توسط شورشیان گروه دولت اسلامی ابراز داشت. در پایگاه فورت براگ در ایالت کارولینای شمالی، مقامات بیان داشتند که رانندگان موترها در دروازه دخولی این پایگاه در حال صف کشیده بودند که تفتیش و بررسی این موترها جریان داشت. در این زمان افزایش سطح هشدارها متعاقب اعلامیه جیمز کومی رئیس اداره FBI بر روز پنجشنبه در حال صورت گرفت که وی از احتمال حضور هزاران حامی گروه دولت اسلامی در داخل ایالات متحده که از طریق اینترنت با آن گروه در تماسند خبر داده است. این در حالی است که گروه دولت اسلامی مسئولیت واقعی هفته گذشته را در نزدیک شهر دالاس ایالت تکساس نیز بر عهده گرفت، محلی که در آن بر یک مسابقه ترسیم کارتون منسوب به حضرت محمد صلی الله ترجمه مسلحانه صورت گرفت. عقب نشینی ها در میدان نبرد ظاهراً روی موفقیت های گروه دولت اسلامی در جهان رسانه های اجتماعی اثر کم گذاشته است. این امر اعتراضات جدیدی را از طرف قانونگذاران ایالات متحده برانگیخت. آنها میگویند که راهبرد آنلاین واشنگتن غیر موثر میباشد. شرح بیشتر در این گزارش. در حالی که تحقیق کنندگان به عمق جزئیات حمله اخیر بالای برگزار کنندگان مسابقه نقاشی کارتونی منسوب به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در گارلند ایالت تکساس می‌پردازند، گروه دولت اسلامی مسئولیت آن را به عهده گرفته و نگرانی‌های جدیدی را به وجود آورده است. ران جانسون رئیس کمیته امنیت داخلی مجلس سنا: این گونه بازداشت‌ها و افشا شدن این مسائل زیاد شده می‌رود. وقایع هم در حال زیاد شدن است. جانسون به دستگیری دهاتن از آمریکایی‌های اشاره می‌کند که توسط گروه دولت اسلامی و یا گروه‌های دیگر تروریستی به سفر کردن به خارج از آمریکا و یا راه‌اندازی حملات در داخل آمریکا تشویق شدند. یکی از چیزهایی که این قضیه‌ها را با هم ارتباط می‌دهد، همانا پیدا کردن گروه دولت اسلامی از طریق رسانه‌های اجتماعی است. جی ام برگر مؤلف کتاب ISIS State of Terror می‌باشد. یک نوع احساس نزدیکی از راه دور وجود دارد. کسی که عضو گروه دولت اسلامی است و از سوریه توئیت میکند میتواند رابطه قوی احساسی را با یک شخصی که در ایالات متحده است برقرار کند. مقامات استخباراتی میگویند گروه دولت اسلامی در مقایسه با گروه‌های دیگر روی قدرت رسانه‌های اجتماعی بیشتر سرمایه‌گذاری کرده و جوانان را که احساس تنهایی میکنند یا هم قهر و ناخرسند میباشند و یا هم کسانی را که خواهان کردن کارهای مخاطره‌آمیز میباشند جلب میکند. سناتور کوری بوکر میگوید تدابیر پیشگیرانه ایالات متحده ابتدایی و ناپخته به نظر میرسد. خنده‌آور است. 3 دفعه توئیت، 2 دفعه توئیت. مبین شیخ که با ادارات استخباراتی کانادا کار کرده میگوید قسمت بیشتر کارهای پیشگیرانه مخاطبین اصلی را هدف قرار نمیدهد. اگر شما خواسته باشید جلو جذب یک طفل 15 ساله را بگیرید، لازم است با طفل 15 ساله کار کنید. ولی بان هم کارشناسانی چون دیوید گارنستاین راس میگویند گروه دولت اسلامی یک گروه کاملا شکست ناپذیر نیست. آنها در معرض از دست دادن اعتبارشان قرار دارند، به خاطر که اگر اراضی تحت کنترل خود را استایسه از دست بدهند، جهادی ها خودشان در مقابل آنان استاده خواهند شد. مقامات نظامی امریکا میگویند این کار از قبل آغاز شده است. کارشناسان میگویند لازم است که برای رساندن این پیام از طریق رسانه‌های اجتماعی کار بیشتر صورت گیرد و با توییت‌هایی که امریکا در حال حاضر می‌کند اکتفا نشود. دیوید کامرون صدراعظم بریتانیا که حزب محافظه‌کار وی برنده انتخابات پارلمانی بریتانیا با کسب 331 کرسی از مجموع 650 کرسی پارلمان گردید، متعهد به حکومتداری بر مبنای ملت واحد و بهتر ساختن بریتانیا شده است. آقای کامرون که در خارج از دفترش در لندن به روز جمعه بعد از اعلام نتایج انتخابات صحبت می‌کرد، بیان داشت که وی یک حکومت دارای اکثریت محافظه‌کاران را ایجاد خواهد کرد.
از جانب دیگر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز با صدور اعلامیه مطبوعاتی پیروزی آقای کامرون را به وی و ملت بریتانیا تبریک گفته است و ابراز امیدواری نموده است که با دوران تازه صدارت وی مناسبات میان افغانستان و بریتانیا بیشتر و عمیق‌تر گردد. کره شمالی به روز شنبه بیان داشت که موفقانه یک میزایل نصب شده بر یک زیردریایی را آزمایش کرده است که بیانگر انکشاف ظرفیت تکنولوژی نظامی آن کشور است. آژانس خبررسانی رسمی کره شمالی بیان می‌دارد که کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در مراسم آزمایش این راکت حضور داشت و شخصا دستور پرتاب آن را صادر کرد، ولی این رسانه زمان و تاریخ دقیق انجام این آزمایش را بیان نداشته است. این در حالی است که کره شمالی تحت تحریمات ملل متحد از انکشاف و یا استفاده از هر گونه تکنولوژی میزایل ممنوع قرار داده شده است. تلویزیون آشنا در یوتیوب در وقت دلخواه شما. اگر می خواهید از آنچه که دنبال نکرده اید آگاه شوید و اگر می خواهید از مطالب باخبر شوید که بستگی مستقیم به محیط زندگیتان دارد، به صفحه تلویزیون آشنا در یوتیوب مراجعه کنید. با معلومات تازه و جالب فقط یک کلیک فاصله خواهید داشت. و حال با گزارش در رابطه با ورزش از افغانستان توجه کنید. ورزش می تواند افغانستان را در کنار جهانیان قرار دهد. ده ها دختر و پسر جوان امروز در کابل با کارکنان اتحادیه اروپایی به مناسبت تجلیل از روز تشکیل اتحادیه اروپایی در یک سلسله تمرینات ورزشی شرکت کردند که هدف آن تشویق جوانان به خصوص دختران به ورزش بود. مایکل ملبون نماینده خاص اتحادیه اروپایی در افغانستان بیان داشت که ورزش می تواند افغانها را متحد و جامعه را به سمت پیشرفت سوق دهد و آنها نیز متحد هستند تا ورزشکاران افغان را کمک و حمایت نمایند. کمیته ملی المپیک افغانستان تجلیل روز اتحادیه اروپایی را به وسیله راه اندازی مسابقات ورزشی گام موثری خواند و امیدواری نشان داد که افغانستان و اتحادیه اروپایی را بیشتر به هم نزدیک می سازد. در یک دهه اخیر افغانها در بخش ورزش دستاوردهای زیادی داشتند. امروز این موقع را به دست آوردیم که هزارها جوان دختر و پسر را ستایش کنیم. اینان در آینده در بخش ورزش قهرمان خواهند بود. افغانستان در حال ترقی است و ورزش نمونه این پیشرفت است. در این زمان ورزشکاران افغان به خصوص دختران میخواهند که از طرف مربیان خارجی آموزش ببینند. آنان از مقامات اتحادیه اروپایی میخواهند که در بخش ورزش در افغانستان سرمایه گذاری کند. فعلا وضعیت افغانستان نارام است و یک تمرینات ما بسیار به مشکلی تیر میشه، حتی که ما از هر بخش که بگویم مشکلات داریم. مقامات اتحادیه اروپایی در افغانستان میگویند که تا سال 2020 با افغانها کار خواهند کرد و توجه خاصی را به بخش ورزش در آن کشور نیز مبذول خواهند داشت. و حال نظری میافکنیم بر اخبار جالب و دیدنی جهان در گزارشی از همکارم خدیجه الکوزی. نیپال. مرد عنکبوتی یا اسپایدرمن با صعود به بلندترین ساختمان احترام خود را به قربانیان زلزله نیپال ادا کرد و حمایت خود را از کسانی که در این زلزله آسیب دیدن نشان داد. این مرد فرانسوی در برج مونپرنس در پاریس که 210 متر ارتفاع دارد در حدود 50 دقیقه صعود نمود و همه را متعجب کرد. آلن رابرت در بلندترین برج ساختمان‌های جهان از جمله برج خلیفه در دبی و تایم اسکوئر در منهتن نیویورک نیز صعود کرده بود. اردن. زینب الکسوانی طراح اردنی با مجموعه جدید لباس‌های تابستانی در عمان توجه را جلب کرد. وی در این مجموعه که از رنگ طبیعت الهام گرفته بود و لباس‌ها را با ویژگی‌های گلدوزی و ترکیب از رنگ‌های گوناگون دوخته و به نمایش گذاشت. در این مجموعه علاوه از لباس‌های مجلسی و شبانه، لباس‌های عروسی با طرح‌های جدید گنجانیده شده بود. تونس. جشنواره چوپان در کوههای شهر سمامه که در منطقه مرکزی کاتیرین تونس موقعیت دارد برگزار شد.
این جشنواره دروزه که زندگی چوبانهای منطقه را از نظر فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی نشان می‌داد، با سرگرمی‌ها و موسیقی همراه بود. با اینکه این منطقه گاه از نظر امنیتی آسیب پذیر است، اما این جشنواره روحیه صلح و صفا را برجسته ساخته بود. چین 11 جشنواره که به نام بیدیه یاد میشد و در آن 60 تیم که هر کدام بوتهای عرابدار یا لورسکت پوشیده بودند شرکت ورزیدند. اشتراک کننده ها که بیش از 4000 نفر بود و در آن اسکیت باز های آماتور و حرفه‌ای با فعالیت های مختلف نمایشات را اجرا نمودند. در این جشنواره 3 روزه بازدید کننده ها نیز به سرگرمی های مختلف سهم گرفته بودند. با گزارش‌های جالب و دیدنی جهان در ختم بخش دری برنامه این ساعت قرار گرفتیم. امیدوارم همراهی ما را در نیم ساعت بعدی برنامه و شنیدن برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را بعد از ختم برنامه تلویزیونی فراموش نکنید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام امواج متوسط 1296 FM 100.5. امریکا غږ آشنا تلویزیون پښتو خپرونه دوام لري. د عامه روغتیا وزارت لخوا په کابل کې د ناسمو صحي خدماتو له امله د 9 خصوصي روغتونونو تړل کېدل. د سه شمې له ورځې نه په یمن کې د 15 ورځنی بشري اوربند پیل. او په برتانیې کې د پارلماني ټاکنو پایلې او اغیزې پر افغانستان. کیله ده تر پایه مون سر اوسئ. په هیواد کې دننه د امنیتي وضعیت تر څنګ په سیمه ایزو خبرو کې په پاکستان کې د هلیکوپتر د رالویدلو د پیښې وروستي جزئیات او په بریتانیا کې د ټاکنو د پایلو اغیزه به په لندن کې د خپلې خپرونې میلمه سره وڅېړو. نور نړیوال مسایل هم لرو چې هیله ده موږ سره مل اوسئ. قدرمنو لیدونکو سلام، نن شنبه ده، د 1409 لمریز کال د غویي 19مه. زه ښایسته سعادت لامی ستاسو کوربنه یم. د خپرونې لومړی مطلب ترازو د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله د خارجي ځواکونو افغان حکومت لخوا د شمال د ناامن کولو په اړه اوازې ناسمې وبللې. اجرایه رئیس په کابل کې په یوه رسمي غونډه کې جګړې ته په قصدي ډول لمن وهل رد کړل او زیاته کړه چې حکومت او بهرنیو ځواکونو د امنیت په تامین او عملیاتو کې صادقانه هڅه کړې ده. عبدالله وایي د افغانستان شرایطو په یوې شپې کې بدلون نه دی موندلی، بلکې اوسنۍ ناامنۍ په تیرو کلونو کې ریښه لري. اجرایه رئیس په امنیتي عملیاتو کې د بهرنیو ځواکونو د صادقانه همکارۍ یادونه وکړه او زیاته کړه چې ډیرو خلکو د افغانستان د وضعیت په پیژندنه کې اشتباه کړې ده. با تمام مسئولیت انشاءالله خدمتتان برز میرسانم که هیچ وقت در ذهن پا پورا مسئولیت سره هیچ کله هم دست فکر مکوه چه دستی و توتیه و اوسی موک طول مسئولیت لرو چه امنه تینک رو اول خلکو چه خساته نوکرو دستی هیچ هم نشته چه نه امنه و تلمن و وحل شی مال و جان مردم خدا نخواسته در این فکر کسی باشه که نامنی رو گسترش بده. ای به هیچ صورت نیست. پا ورته وقت که دفاع وزارت ده وصلوال و مخالفین و پاورانده وروسی عملیات سرنوشت جوړون کې بلل شوی او زیاتوي چې د غزنی د ناوې ولسوالۍ چې د طالبانو لس کلن مرکز و اوس د امنیتي ځواکونو لاسته لویدلی او د غزنی په ولایت کې طالبانو ته درانه تلفات اوښتل شوي. ولی ناوه یکی از ولسوالۍ هایی که در طول د ناوې ولسوالۍ په تیرو لسو کلونو کې د دښمن په لاس کې وه او د یوې لویې اډې په توګه له دغه ځای څخه بلواګر او ترهګر ته ویلیدل. جایگاهی که از اونجا تماما آشوبگرا و تروریستا تمویل می شدن. د دفاع وزارت دغه لوړ پوړي چارواکي د افغانستان جنگ تحمیلي و بالا او زیاته کړه چې د حکومت وسلوال مخالفین نه باید د سولې د خبرو بهیر د افغان حکومت کمزورتیا وګڼي.
بلې مسلې تر اوسه د ټاکنو څارګر بنسټونه د ټاکنو د اصلاحاتو په بهیر کې د ځان پاړه د شدید نیوکې پترس کې وایي چې تر اوسه پورې د ولسی جرګې ټاکنو او ټاکنو کې د اصلاحاتو پاړه یو واضح نظر موجود نه دی او د واکمنو دوو ټیمونو ترمنځ اوسم بې اعتمادي په ځای پاتې ده. د دې چارو د څار لپاره د حمل په لومړۍ نیټه جمهور رئیس غني د یو کمیسیون د جوړولو امر صادر کړ، خو تر اوسه پورې دغه کمیسیون لا په خپل رسمي دندې پیل نه دی کړی. په همدې اړه به د خپرونې ګران میلمه د افغانستان د ټاکنو د څار د مؤسسې غړي شاه محمود مل صاحب سره خبرو ته کښېنو چې د کابل د ستودیو څخه موږ سره ملتیا کوي. مل صاحب، ستاسو د ملتیا نه مننه. څارګر بنسټونه اندېښنه څرګندوي چې دا تاخیر ښیي چې د اصلاحاتو دپاره د حکومت اراده کمزورې ده. تاسو هم په دې نظر یاست صاحب؟ مننه، تشکر. متقابلا زما سلامونه هم ومنه یو تاسو د تلویزیون د څپولو طریقه ګرانو لیدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. زه فکر کوم چې څه ستونزې به په حکومت کې موجوده وي، ولې د انتخاباتي اصلاحاتو اراده داسې یو ضعیفه اراده نه ده چې حکومت وکولی شي آسانه پرې سترګې پټې کړي. که تاسو ته معلومه وي، په آخر سفر کې چې د افغانستان حکومت مقامات د امریکې متحده ایالاتو ته درلوده، یو مقدار مرستې اعلان وشوې، 300 میلیون ډالر. اوس داسې خبرې اورېدل کېږي چې دغه مرستې مشروط په دې سوي دي چې باید لازم او اړین اقدامات د انتخاباتي نظام د اصلاح په خاطر او د دې له خاطره چې خلکو ته یو نوې ضمانت ورکړي سي چې راتلونکي انتخابات به د سیاسي مداخله نه پرته واقعا په ښه ډول اجرا سي. نو تر غوڅه زه فکر کوم دغه اصلاحات رامنځته نه سي. زه فکر نه کوم چې حتی بین المللي مرستې به ادامه پیدا کړي. بله، د بې اعتمادۍ مسلې ته به راشو. د حکومت د تشکیل نه 1 میاشت تیریږي، د دواړو ټیمونو ترمنځ د بې اعتمادۍ او د نظر اختلاف د دې ځند یو علت بلل شوی دی. خلک اندېښمن دي ستاسو ارزونه څه ده، او په دې ترڅ کې د سیاسونو سلیقوي مداخلې مخنیوي لپاره باید څه وشي صاحب؟ یقینا دغه د قدرت دوه متضاد ستنې چې اوس د افغانستان حکومت رهبري کوي، دوی اختلافات نه تنها د انتخاباتي اصلاحاتو په لړ کې تظاهر ومومو، بلکې موږ ګورو چې په نورو برخو کې هم څه وړې ستونزې او غټې ستونزې شته. ولې هغه رسمي ملاقاتونه چې موږ د دواړو مقاماتو د نمایندګانو سره درلودو، هغوی ټولو په دې تاکید کوو چې عمومي اجماع د انتخاباتو د اصلاحاتو لپاره شته. ولې د موږ خپله غیر نتایج شوي راپورونه دا وایي چې اوس هم دوه ټیمونه د ده په سر باندې چې د کمیسیون پر ریاست کې څوک اوسي، او دا بل داسې دا کمیسیون چا ته راپور دهي ولري، چا ته راپور ورکي. یوه مسله او د مکان مسله اوس هم د اختلافاتو وړ موضوعات دي چې دواړه سره په اجماع کې نه دي رسیدلي، او موږ د دې تاخیر نه په شدید خپله نگرانی وایي. ځکه که هر څونه دا پروسه په تاخیر ولیږي، موږ به همغونه د متضرر آباد منتظر به موسو. بله بالکل. بل بله ویل کېږي چې دا اصلاحات به وخت ونیسي، او ځینې وایي چې که دا په ټوله معنا دغه اصلاحات پلی شي نو ټاکنې به هم دغه د وخت په نظر کې نیول سره وځنډیږي. نیمګړې خو په وخت که ناوخته خو سم. څه فکر کوئ کوم یو به د افغانستان په ګټه وي صاحب اوس مهال؟ ګور اصلاحات په مجموع کې که موږ وغواړو ایډیال او هر اړخیزه اصلاحاتو ته پاملرنه وکړو، هغه په یقین ګمان سره ډیر وخت نیسي. ولې موږ کولی شو اصلاحات په څو بخشو وویشو. هغه اصلاحات چې موږ دفتن کولی شو د پارلماني انتخاباتو د ښه تدبیر لپاره هغې ته متوسله شو، او هغه اصلاحات چې بیا اوږد زمان ته ضرورت لري. زه فکر کوم چې که د سیاسي اړخ نه تیر شو او واقعا په یو بې طرفانه او مسلکي انداز د افغانستان انتخاباتي ستونزو او د اصلاحاتو لړۍ ته پاملرنه وسي، وخت به ونیسي. خو منته په هر حالت کې موږ د پارلماني انتخاباتو تاخیر سره مخ یو، او ښه به دا وي که چې په هر اندازه چې موږ د تاخیر سره مخ کېږو، په هماغه اندازه زر د اصلاحاتو لړۍ شروع سي، او که داسې اصلاحات هم شروع نیسي او دا پارلماني انتخابات هم په تاخیر ولیږي، دا به یقینا متضرر کې عام افکار. بله مل صاحب، تاسو نه ډیر زیاته مننه کوم. مهرباني سیاسي صحبت ته
ګوره که سیاسي ثبات اول من سترانی سي دا ډیر مشکل ای چې منګه د اقتصادي او امنیتی ثبات ادعا وکړو کله چې د مقامات او حکومت په خپل منځ کې سره واقعا تفاهم ونې سکړي او اول د سیاسي ثبات له طریقه نور ارخو ته توجه ونې سي متاسفانه زه فکر نه کوم چې مشکل په اسانه حل سي بالکل دا او دا په راتلونکي کې هم د مخالفتونو منبع ګرځیدای شي تاسو نه ډیر زیاته مننه کوم مل صاحب کور مودان خوشاله او په خپل چارو کې بریالي وسی نننې پوښتنې ته راشو او تاسو ځوابونه به هم شریکو د دې لپاره چې بیا وروسته نیوکونه کوي دا ځل د ټاکنو د سر د لپاره تاسو سپارښتنه څه ده زیات شمېر دوستانو سپارښتنې ورکړې دي قدرت الله حقیقت ته خوص نوایز ما په نظر باید رمضان بشر دوست د ټاکنو د سر د رئیس په توګه وټاکل شي ځکه قوم پرست نه دی اختر پاچا د جلال آباد نوای تر سوچ په هیواد کې سوله را نشي نو راتلونکي ټاکنې به هیڅ ارزښت ونه لري تاسو ټول څه د جړل کومې مننه کوو د پروګرام نه پس به موږ په خپل تاسو ته یو ساده لپاره هم په خبرو اترو لګي او سود امریکا غا ښاڼه تلویزیون د فیسبوک پته یاداش کړئ www.facebook.com/voatvashna د دې ترڅنګ د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د بریتانیا د صدر اعظم په توګه د ډیوډ کیمرون د بیا بریالیتوب له امله مبارکي ویله ښاغلي کیمرون ته د بریالیتوب او د بریتانیا خلکو ته د نیکمرغۍ د هیلې د څرګندولو په ترڅ کې هغه ویل چې تمه لري د ښاغلي کیمرون د صدارت د نوې دورې په جریان کې د افغانستان او بریتانیا ترمنځ اړیکې لا زیاتې ژورې او پراخیشی د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون ژمنه کوي چې د هیواد چارې به د یو واحد ملت د ګوند په توګه پر مخ بوزي او خپل هیواد به په لالوی هیواد بدل کړي هغه دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د هغه محافظه کار ګوند دغه هیواد په وروستیو پارلماني ټاکنو کې اکثریت چوکۍ وګټلې هغه د تېرې جمعې په ورځ د داونینګ سټریټ په نوم په سړک باندې د خپل دفتر مخ کې وویل چې هغه به د محافظه کار ګوند په مشرۍ د اکثریت حکومت تشکیل وکړي او بل پلو دغه په وړاندې د مخالف ګوند مشر اډ میلیبند د پنځشنبې د ورځې په ټاکنو کې تر ناکامۍ وروسته د ګوند له مشرتابه څخه لاس په سر شو په دې برسیره په بریتانیا کې د نن ورځې ټاکنې په څو لسیزو کې تر ټولو د سخت سیالۍ ټاکنې وبلل شوې دا چې په بریتانیا کې دا نوی پرمختګ به د افغانستان او بریتانیا ترمنځ پر اړیکو باندې څه ډول اغیز ولري په لندن کې میشت د افغانانو د ټولنې غړي صلاح الدین سیدی صاحب سره خبرو ته کینو چې تل یې مهرباني کړې ده او د لندن د ستودیو څخه موږ سره په تماس کې دي سیدی صاحب ډېره زیاته مننه بیا هم خوشحاله اوسئ تاسو د افغانستان چارې په ځیر سره څارئ دا نوی تحول به ښاغلی کیمرون د تیرو تجربو په رڼا کې د افغانستان دپاره د څه ډول بدلونونو سبب وګرځوي دا سلام تاسو او درنو لیدونکو ته وړاندې کوم زه مطمئن یم چې هغه څه چې په تیرو پنځو کلو کې د ډیوډ کیمرون د صدارت په وخت کې د افغانستان د خلکو سره مرسته شوې د سولې سره مرسته شوې دا پروسه به ادامه لري اما اوس په یو پوره قوت باندې په دې مفهوم باندې چې ډیوډ کیمرون نه د یو ائتلافي حکومت په ډول بلکې د یو اکثریت لرلو په لرلو سره به د توتوانیږي په خپل تصامیمو کې په اصطلاح قاطع اوسي مطمئنا زه دا په نیک پال نیسم او د دې تاثیرات په مختلفو ارسو کې زه کولای شم چې د افغانستان د خلکو د ارتباط باندې سره بررسی کړی یعنی د افغانستان او برتانیې ترمنځ اړیکې به په مثبت اړخ باندې لا پرمختګ وکړي بلې ستاسو نظر هم دا ده یعنی پر اړیکو باندې اغیز بلې مطمئنه نه هغه قسم چې ویلې د یو اکثریت لرونکي حزب په توګه په تصامیمو کې د استقلال لرلو په توګه او په دې مورد کې چې د محافظه کار ګوند سیاست د افغانستان سره د افغانستان د خلکو سره د مرستې په ارتباط باندې په تیرو پنځو کلو کې وجود لرلو د فکر کوم په دې کې کوم تغییرات ناراضي او د مثبت ګڼم یعنی تاسو د تیرو مرستو کچا غنه یو تری راضی وي پلندر کې د افغانانو ټولنه په دې اړه څه ډول خبرګون خي دوی د دینی تحول لاره افغانستان ته د لا پاملرنې په برخه کې هم خوشبینه ښکاری ستاسو پښان
ز په دې باور یم چې په نړۍ کې یو سلسله نور مهم مسائل هم پیدا شوي دي چې دغه توجه په بهرني برخه کې د سترو هیوادو تر یو حده پورې اړولې ده، اما افغانستان خپل ځای لري. مطمئنا په تیرو مرستو کې یو سلسله مطالب او یو سلسله شیان و چې د هغه نه باید تجربه واخیستل شي او تجربه اخیستل شوې ده. په دې ارتباط باندې زه فکر کوم مختلف نظریات وجود لري، اما په مجموع کې زه په دې خوش باوریم. تشکر. بله، د دې ترڅنګ ویل شوې دي چې زیاتره برتانیا د سیمې په چارو کې په سیمې باندې چې اغیز ترار شو زیاتره د پاکستان په لور اړخ لګوي، د دې په پرتلې چې د افغانستان سره زیاتره ملاتړ وخی، ستاسو د دې نظر سره څه ډول خبرګون ښایي صاحب؟ بله، دا عنانوی نظر ده، دا چې په عنانوی ډول انګلستان د پاکستان سره نږدې روابط لري دا په خپل ځای کې ده، اما هماغسې چې په بارهاو مو ویلي دي په سیاست کې د منافع او د مصالحو خبر ده. زه به د نورو خلکو نه د انتقاد په ځای په خپل ځان انتقاد وکړم، په خپلو جانب انتقاد وکړم چې موږ ونه توانېدلو دا اهمیت د دې مسلې چې تروریزم صادرول د هر مرجنۍ که د پاکستان دا د افغانستان او د نړۍ د سولې په ګټنه ده. دا چې افغانستان څومره نړۍ ته موثر واقع کېدلی شي چې دا منطقه د نړۍ لپاره د خطر نشي، او په دې مورد کې د انګلستان او د نورو سترو هیوادو په اصطلاح کوم مرسته ځان ته جلب کړي شي، زه فکر کوم دا افغاني جانب کموالی هم زه په دې مورد کې احساسوم. یوه لارې دا ده چې په خپله افغانان هلته چې میشت دي په سیاست کې برخه واخلي، په سیاسي ډګر کې ور شریک شي. په فنلند کې د روسي خبر نه تاسو حتما خبر شوی یاست، دا د ټولو لپاره د ملاتړ یو منبع هم ګرځېدای شي. سیدی صاحب، هلته افغانان څومره په سیاسي ډګر کې پخپله د برتانیا په سیاست کې داخله ښکاري او څومره علاقه ښیي او زمینه یې څه ده؟ زه فکر کوم دا د یو پکیج په شکل باندې، د یو مجموعي برخورد په شکل باندې، د یو لوبینګ او د زمینه سازی په حساب باندې. متاسفانه نورو هیوادونو په جمله پاکستان او حتی ایران په دې مورد کې زیات سیستمونه فعال کړي دي چې د دې وطن سیاستوال د خپل وطن په ګټه باندې بسیج کی. متاسفانه په دې مورد کې په داخلي لحاظ باندې د افغانستان د حکومت لخوا نه، زه فکر کوم کومه د افغانستان د دولت لخوا نه په کالو کې نه تنها په انګلستان کې، په نور نړۍ کې هم کومه توجه شوه. چې زه فکر کوم دا توجه باید صورت عمومي مطمئنا د خپل افغانانو سره هم خپل مقام لري، اما په دې مورد کې باید افغاني جانب د افغاني حکومت زمينه سازي وکړي. کور مودان خوشاله اوسه او په خپل چارو کې بریالي. کور مودان تاسو سره سلام علیکم. تشکر. د خبرونه بل مهم مطلب، د عام روغتیا وزارت وایي چې په کابل ښار کې نه خصوصي روغتونونه د ناسمو صحي خدماتو له امله تړلي دي، او اته ویشت نور خصوصي روغتونونه یې د روغتون له کچې عادي کلینیکونو ته راټیټ کړي. د عام روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د کابل له 134 روغتونونو څخه یې د 450 روغتونونو ارزونه کړې، او په دغه ارزونه کې 1300 شخصي روغتونونو ته داسې شرایط ایښي دي چې که یې په دریو میاشتو کې پوره نه کړي نو له دوی به هم د فعالیت جواز واخیستل شي. د عام روغتیا وزیر وویل چې د نهو تړل شویو شخصي روغتونونو د بندېدو لاملونه دا دي چې ساختمان یې معیاري نه و، طبي تجهیزات یې پوره نه و، او د عملیاتو خونه، ولادي اتاق او عاجله شعبه یې حتی نه درلودله. این سکتور خصوصی به معنای از این نیست که هر خصوصی سکتور په دې معنا نه دی چې هر څه په خوخه وی تر سره کړی. په ځنګړی ډول د روغتیا په برخه کې باید په میارونو پوره وی. د خلکو د روغتیا خبره ده، د مور او ماشوم د روغتیا موضوع ده. مونږ د روغتیا وزارت مکلف یو چې خلکو ته د خو خدماتو لپاره جدي تدابیر ونیسو. د عام روغتیا وزیر د دې ترڅنګ د بې کیفیته درملو د واردولو په تړاو د ارزونې یادونه هم وکړه، او خبریالانو ته وویل چې له 30 بهرنیو کمپنیو نه یې د فعالیت جواز اخیستی دی ځکه ناسم درمل یې واردول. هغه وویل چې 119 داسې شرکتونه یې له فعالیته محروم کړي، او 850 تنه درمل یې ترې ضبط کړي دي چې وبه یې سوځوي. دا لومړی وار دی چې د عام روغتیا وزارت په دې کچه شخصي روغتونونه تړي.
بل پلو پاکستان نن د ملي ماتم ورځ المانځي دا یادونه د پرونی پیښې د مړیو دا چې د یو هلیکوپتر د غورځېدو له امله د بهرنیو ډیپلوماتانو په شمول اووه تنه ووژل شول. په پاکستان کې د ناروی او فلیپین د سفیرانو مړي او د مالیزیا او اندونیزیا د سفیرانو د میرمنو جسدونه د راولپنډۍ د نورخان هوایي اډې ته انتقال شول. چارواکي وایي چې په مسافرینو کې شامل اوولس تنه نور هغه مهال ټپي شول چې هلیکوپتر پرون د پاکستان په شمال کې د ناتلر په درې کې په عاجله توګه ښکته کېدلو ته اړ شو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال اعزاز چادری په دې تړاو د طالبانو هغه ادعا رد کړې چې ویل یې هلیکوپتر د جمعې په ورځ هغه وخت راوغورځول شو چې دوی د صدر اعظم نواز شریف په نښه کاوه. د تحریک طالبان پاکستان ادعا ناسمه او به بنسټه ده. امنیتي ترتیبات په پوره ډول پر ځای وو. صدر اعظم د امنیتي چارو بشپړ هدایات ورکړی وو او هغه عملی شوی وو. لکه څنګه چې ما وویل ټول لوړې زموږ د وګړو له خوانه نیول شوې او څارل کېدلې. دا یوه تخنیکي نیمګړتیا وه او له بده مرغه پیښې رامنځته کېږي. خو موږ خورا غمجن یو، ډېر غمجن یو، خو پیښې وي او موږ به هیڅ وخت ټرورستانو ته دا اجازه ورنه کړو چې د دې پیښې څخه سیاسي ګټه واخلي. په دې پیښه کې د هلیکوپتر د عملې یو تن او دوه پیلوټان هم وژل شوي دي. بل پلو د امریکا په ګوټ ګوټ کې بیلابیلې پوځي اډې نن کلکو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې خپل فعالیت ته وروسته له هغه دوام ورکوي چې د تحقیقاتو یوې فدرال ادارې د اسلامي دولت د ډلې لخوا په امریکا کې په پولیسو او یا پوځیانو باندې د بریدونو په اړه اندېښنه وښوده. د فورت براګ په پوځي اډې کې چې د شمالي کارولاینا په ایالت کې موقعیت لري چارواکي وایي چې موټروانان به د دروازې مخې ته اوږد انتظار باسي ځکه ساتونکي د هر یوه اسناد په ځیر څاري. د تیارسای حالت هغه وخت اعلان شو چې د اف بی آی رئیس جیمز کامی د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې ښایي په امریکا کې د ننه د اسلامي دولت د ډلې په زرهاو ملاتړي موجود وي. د اسلامي دولت ډلې د ټکساس په ډالاس نومي ښار کې د تروریستي برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. دا هغه ځای و چې د اسلام پیغمبر ته منسوب انتقادي کارتونونه د سیالۍ دپاره نندارې ته ایښودل شوي وو. خو امریکایي چارواکي وایي چې اوس هم داسې شواهد په لاس کې نه لري چې دا ثابته کړي چې هغه دوه تنه چې د یو پولیس لخوا نه ووژل شول هغوی د اسلامي دولت د ډلې سره تړاو ولري. په دې برسیره یو پنځه ورځنی بشري اوربند د سه شنبې له ورځې نه په یمن کې پیل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په هغه هیواد کې د سعودي عربستان په مشرۍ یو ائتلاف د حوثي یاغیانو په ضد هوایي کمپاین ترسره کوي. غواړم دا خبره یقیني کړم چې که حوثیان او د هغوی متحدین په خپلو هغو ژمنو ونه درېږي چې د دې مسئلې په تړون کې ځای شوي دي نو دغه اوربند به پای ته ورسیږي. په داسې حال کې چې دا اوربند درې ورځې لیرې دی د سعودي الوتکو د جمعې د ورځې په وروستیو کې د یمن د سعدا په ولایت کې پر بېلابېلو اهدافو وروسته له هغه بریدونه کول چې د اوسیدونکو لپاره د دې سیمې د پریښودلو وروستۍ نیټه پای ته رسیدلې وه. اوس په سعدا او عمران کې کوم محدودیت نشته ځکه چې دا سیمې اوس په پوځي ښارونو بدلې شوې دي چې په حوثي ملیشیو پورې تړلې دي او باید بمبارد شي. څرنګه چې دغه جګړه روانه ده د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اوربند د اعلان په ترڅ کې ټینګار وکړ چې په یمن کې دوامداره سوله یو بیلې لارې ته اړتیا لري. Ultimately the parties are going to have to find a way back to the table. بلاخره به د جګړې دواړه خواوې د سولې او مذاکرات لار غوړه کړي او ډېر سخت پریکړه به وکړي او هغه به یوازې د اوربند پاک لنې ځکه چې تر ټولو دوامدار اوربند هم د سولې ځای نشنی ولای. په کار ده چې د یمنیانو په مشرتوب یو داسې هر اړخیز سیاسي بحث پیل شي چې ټول داخلي خواوې ملاتړ وکړي شي. د دغه جګړې لامل په زرګونو خلک اساسي اکمالاتو ته اړ شوی دي. د ملګرو ملتو مرسته کوونکي چارواکي له سعودي عربستان نه غواړي چې په یمن کې عمومي هوایي ډګر په نښه کول ودروي او وایي چې هوایي بریدونو د دغه سخت زیانمن شوي هوایي ډګر له لارې د اکمالاتو لیږل له مشکل سره مخامخ کړي دي. ښاغلي کیری وایي چې یمن د یو بشري ناورین په منځ کې رایسار دی. د هغه سعودي انډول هم د دې اړتیا په اړه ورته نظر څرګند کړ او له هیوادونو نه وغوښتل چې څومره زر کېدلی شي د مرستې زیات اکمالات ولیږي.
داسې معلومیږي چې د جګړې د ډګر په شاتګونو د اسلامي دولت د هغه بریالیتوب په کمولو لږه اغیزه کړې ده چې دا ډله یې د ټولنیزو رسنیو په نړۍ کې لري. او دې مسلې د متحده ایالاتو د قانون جوړونکو لخوا یوه نوې غوا هم رامنځته کړې ده چې وایي د واشنګټن د آنلاین ستراتیژي سمه نه ده. په داسې حال کې چې پلټونکي د ټیکساس ایالت د ګارلینډ په ښار کې د اسلام د پیغمبر د کارتونونو د جوړولو د سیالۍ پر یوې غونډې وروستی برید په لاژه ورتوګه څیړي، د اسلامي دولت د ډلې لخوا په بیړه د دې پیښې د مسؤلیت اخیستل یوه بله اندېښنه راپورته کړې ده. د سنا د کورنۍ امنیت د کمیټې مشر ران جانسن وایي دغه نیونې او د دغو شیانو افشا کېدل په زیاتېدو دي او هغه په پرله پسې توګه زیاتېږي. جانسن له لسونه زیاتو د هغو امریکایانو نیونو ته اشاره کوي چې د اسلامي دولت د ډلې او د نورو ترهګرو ډلو لخوا حاصل شوي چې بهر ته سفر وکړي او یا په متحده ایالاتو کې یو برید ترسره کړي. د هغو ځینو شیانو له جملې نه یو یې چې د له یوې بلې سره د دغو قضیو تړاو ښیي په ټولنیزو رسنیو کې د اسلامي دولت ډله ده. جیم برګر د داعش د ترهګرۍ دولت په نامه د یو کتاب لیکونکی دی. یو څوک چې له سوری نه د ټویټ له لارې پوسټ کوي او د داعش غړی وي، د احساساتو له پلوه له هغه چا سره چې په امریکا کې ناست وي یو قوي ارتباط رامنځته کولی شي. استخباراتي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت ډلې د نورو جنګیالیو ډلو په پرتله زیات کار کړی دی چې د ټولنیزو رسنیو له قوت نه ګټه پورته کړي، یعنی هغه ځوانان جذبوي چې ځانونه تجرید شوي او ناخوښ ګڼي او یا صرف د ماجراجویي په لټه کې وي. د متحده ایالاتو د پیغام لیکلو ضد هڅې خامې او یا خرابې ګڼل کیږي. سناتور کوری بوکر وایي کله چې هغه ولیدل دا د خندا وړ دی، یو پوسټ درې ځله یا دوه ځله ریټویټ شوی دی. مبین شیخ چې یو پخوانی توندلاری دی او د کاناډا له امنیتي خدماتو سره کار کړی دی وایي چې له خلکو سره د زیات ارتباط له امله هم د هدف وړ خلک له پامه غورځيږي. که غواړئ چې د 15 کلنو ماشومانو د ګمارلو پر ضد جګړه وکړئ، نو تاسو اړ یاست چې له 15 کلنو ماشومانو سره کار وکړئ. بیا هم د ډیوید ګارټن سټاین راس په شان متخصصین وایي چې د اسلامي دولت ډله نه ماتې خوړونکې ډله نه ده. د دوی اعتبار له خطر سره مخامخ دی، ځکه که هغوی د سیمو له لاسه ورکول پیل کړي نو جهادیان به یې پر ضد راپورته شي. د متحده ایالاتو پوځي چارواکي وایي چې دا کار همدا اوس روان دی. متخصصین وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې د دې پیغام لیږل بل د کار نه زیات اغیزه ولري چې متحده ایالات یې په اوس وخت کې د ټویټونو په واسطه ترسره کوي. آشنا تلویزیون په یوټیوب کې ستاسو د خوښې پر وخت کغواړی زموږ خبرونه د دوهم ځل لپاره وګورئ. کغواړی د هغو پیښو نه خبر شي چې ستاسو له چاپیریال او ژوندانه سره مستقیمی اړیکې لري، نو په یوټیوب کې د آشنا تلویزیون پاڼې ته ورشئ. د تازه او په زړه پورې معلوماتو او ستاسو ترمنځ واټن یوازې یو کلیک دی. د ژمنې سره سم نړیوالو مسایل ته راځو. روسیه نن په اروپا کې د دویم نړیوال جنگ د برید ورځې د او یومې کلیزې د یادونې لپاره په سره میدان کې د خپل هیواد د پوځ لوی رسمي گذشت او نور مراسم پر ځای کړل. دا هغه ورځ و چې په 1945 کې نازی پوځ خپله وسله په ځمکه کې خدا او په همدې سره نړیواله دوهمه جګړه ختم شوه. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دوهمې جګړې پر مهال د روسیې د لویو متحدو هیوادونو څخه مننه وکړه چې د نازیانو په ماتولو کې ورسره مرسته کړې وه. په متحدینو کې د نازی آلمان خلاف روسیه، متحده ایالات، برتانیا او فرانسه شامل وو. سکال دان منځنۍ او مراسم په داسې حال کې ترسره کیږي چې روسیه د لویدیځو هیوادونو سره د اوکراین، کریمیا او په جنجال کې اخته دی او غربي هیوادونه روسیه په دې تورنوي چې په سیمه کې د جدای غوښتونکو وسلوالو ملاتړ کوي. امریکا د روسیې په مراسمو کې برخه وانخیسته او مقاطعه اعلان کړه. د روسیې په مراسمو کې د چین، کیوبا، زیمبابوې مشرانو او د ملګرو ملتونو عمومي منشي برخه اخیستې وه. د دې ترڅنګ یوازنۍ برخه چې کولی شي افغانستان د نړیوالو په کتار کې ودروي ورزش دی چې په همدې تړاو بل خبر ته راځو. په افغانستان کې اروپایي اتحادیه د افغان کورنیو څخه غواړي چې خپلو ماشومانو ته د ورزش کولو زمینه برابره کړي. نن په کابل کې د اروپایي اتحادیه د جوړېدو د نمانځنې په غونډه کې په لسګونو نجونو او هلکانو د اروپایي اتحادیه له کارکوونکو سره ګډې تمریناتي لوبې وکړې چې هدف یې ورزش ته د ځوانانو په تېره بیا د نجونو هڅول وو.
په افغانستان کې د اروپا اتحادیه ځانګړي استازي فرانس مایکل میلبن وایي چې ورزش کولای شي افغانان سره یو کی او دا ټولنه د پرمختګ په لوري روانه کی. نو له همدې کبله دوی مجمن دي چې له افغان ورزشکارانو سره مرسته وکړي ترڅو وکړای شي په نړیواله کچه وځلیږي. د ښاغلي میلبن په وینا په افغانستان کې د ورزش په برخه کې ښه ظرفیت شته دی او که چیرته ورڅخه کار واخیستل شي نو په دې برخه کې به ښې لاسته راوړنې هم ولري. Seen a lot of great sports achievements over the last decade. So today's په تیرې ول چې ځکه افغانان د ورزش په برخه کې زیات راستورین درلودي. نن دا موقع په لاس راغله چې دا په زرګونو ځوانان چینجونې او هلکان دی وستایو. دوی به پراتون کې د ورزش اتلان ووسی. نو افغانستان د پرمختګ په حال کې دی او ورزش یو بیلګه ده. په افغانستان کې د اروپای اتحادیې چارواکي وایي چې تر 2000 کال پورې دوی د افغانانو سره اوږه په اوږه کار کوي چې د ورزش د پرمختګ دپاره به هم ځانګړې پاملرنه ولري. ټول د حقیقت په لټه کې دي. د امریکا غږ د یوې باوري سرچینې په توګه نړیوال شهرت او اعتبار لري. برای آگاهی از خبرها هر کس به یک منبع معتبر نیاز دارد. در نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلک په امریکا غږ د یوې ډاډمنې خبری سرچینې په توګه اعتبار لري. مردم اخبار جامعه جهان را می خواهند و صدای امریکا آن را در هر بخش فراهم می سازد. موثق، معتبر و جامع دا زمونږ رسالت ده. او په همدې سره تاسو نه اجازه غواړو شپې ورځې په خیر علامه من.